دوازده دقت کنید یا نه؟ حل کردید؟ حالا یه زنده رو پونزده بکنم، 23 زنده رو پونزده حل کنید. باید بعد وقتی جواب را به دست آوردی اینجا بذارید. بارک‌الله بچه. حالا برای خودتون هم در خانه بیایید دو سه تا من الان تمرینی بهتون میدم شما انجام بدید. 140 ضرب در 370 این را الان انجام بدید و عکسش را برای من بفرستید. 8 8 2 2 10 با صفر صد تایی، یک هزار تایی، یک و یک دو و سه پنج، پنج و چهار نو. چند تا دیش؟ چند تا صفر داره؟ دوتا. دوتا صفرش رو میرم زیر یکی و دهتایی میذاری. حالا ضرب میکنیم. دو یکی؟ دوتا. دو پا دوتا؟ چهار تا. دو سه تا؟ شیش تا. حالا فهمیدین؟ 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 بله. بله. بارک الله. احسن دستی برای خودتون بزنید. ماشاءالله. بارک الله. اما یک مرتبه دیگه هم توضیح میدیم، چون گفتن بچه ها قطع وصل میشه. خوب دقت کنید که انشاءالله این قسمت را دوباره توضیح میدم یاد بگیرید. ببینید درس ابتدای این درس نوشته تدریس سه درس ششم 35 صفحه 42 عبدالحکیم میخواد این را ضرب کنه. دقت کنید. بله قبل نوشته اول حل کن. حالا بریم به تصویر بعدی. بچه ها در اینجا دقت کنید، انواع سنگ ها را آورده که شما بهتر متوجه بشید. سنگ ها را نگاه کنید، از نظر شکل، رنگ، زبری، صافی، بزرگی، کوچکی. حالا عدد اول چند را خونه شما؟ 23. 23 را باز بکنید بگید چی میشه؟ 23 اضافه 3. عدد دوم چند را چون بکنید؟ ما هم دیگر میخونیم و نکات مهمش را توضیح میدم و بعد میرسیم به جلسه دوم. جلسه دوم را بچه ها در هفته آینده انشاءالله درس میدم. فعلا الان برای